ذات الله داشته باشی. بعد از هر نمازی آیت الکرسی رو بخوانید. چرا وقتی امام سلام میده فورا فرار میکنیم؟ چرا دو دقیقه روی سجاده خودمون نمی نشینیم؟ الدعاء مخ العباده. چرا از ذات الله نمی خواهیم؟ پروردگارا تو رو عبادت کردم، اینا رو می خواهم از شما. آیت الکرسی رو بخوانید، آیت الکرسی رو. بعد از آن سوره اخلاص، قل هو الله احد. بعد از آن قل اعوذ برب الفلق. بعد از آن قل اعوذ برب الناس. آیت الکرسی و سه سوره اخلاص و معوذتین رو بخوانید، بر خودتون دم کنید، با این حالت از سر بگیرید تا پا. تمام مشکلات هیچ جادویی نمیتوانه کنه. در خانه بچه ها رو، زن ها رو امر کنید تلاوت قرآن داشته باشن، نماز نافله بخوانید، هیچ سحری در خانه شما کار نمی کنه. چرا بریم پیش این طرف با این خیلی راهکارهای راحت؟ وقتی از خانه بیرون میشین، بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بر خودتون دم کنید و تمام ساحران دنیا بیان، سر بر شما اثر نمیکنه. ذکر لا حول ولا قوه الا بگی، ذکر استغفر الله بگی. ما مسلمانیم، اینا مسئول میمانیم، همه چشم زخم که حق، همه سر. کسانی که حرفه خود دعانویسی رو قرار میدن، یه ساک دست خوشون میگیرن، از این روستا به اون روستا، از این طرف این طرف. این زنها رو بفهمانید تو خانواده، خواهران ما رو بفهمانید، متوجه نیستند، میارن انباشته میکنن این سحر و جادوها رو. به جایی که مشکلات کمتر بشه، مشکلات صد برابر میشه. توکل خود رو بر ذات الله کنید، بدانید دنیا گل و بلبل نیست. دنیا دار وباره، دار سختی های، دار زحمت، دار رنج. والله با این دعایی که بگیرید مشکلات برطرف میشه. خود رب باید مشکلات رو حل کنه. توکل خود بر ذات الله کنید. در خانه تلاوت قرآن باشه، اون خانه‌ای که ذکر تلاوت قرآن، نوافل، صدقات، اون خانه مسونه. اون چی میاد مقدر الهی، این چاره هم نیست. پیامبرم باشید بیاد، آوزی نبی مثل ما آوزی، هیچ کس بندانه زی من تو دنیا عذیت نشد. قرار بوده که دنیا گلستان میشه، باید برای پیامبران گلستان میشه. امیدواریم الله سبحانه و تعالی من شما توفیق عمل عنایت بفرماید. اصخا هستم اگر نکته گفتم موجب رنجش خاطر شما عزیزان شد. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل عنایت.